سرخط خبرها. شهکاری تازه دیگر احمد مسعود در برابر طالبان. افراد ناشناس یک تعویض‌نویس را در ننگرهار به قتل رساندند. طالبان در لغمان 3 نظامی سابق را بازداشت کرده است. امریکا، خبرنگاران در افغانستان با تهدید و خشونت در جستجوی حقیقت روبرو‌اند. وزیر داخلی ایران، انسداد مز با افغانستان تا نیمه اول سال آینده تکمیل خواهد شد. و سکوت تلخ و نارضایتی مرگبار، تأثیر سلطه طالبان بر وضعیت فرهنگی و اجتماعی افغانستان. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. افراد ناشناس یک تعویض نویس را در ننگرهار به قتل رساندند. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار می گویند که افراد ناشناس یک تعویض نویس را در این ولایت با ضربات چاقو به قتل رساندند. فرماندهی امنی طالبان در ننگرهار روز شنبه 12 عقرب گفته که این رویداد شب گذشته در منطقه پیرخیل از مربوطات ولسوالی خوگیانی رخ داده است. فرماندهی امنی طالبان در ننگرهار هویت این تعویض نویس را مشخص نکرده است. انگیزه این رویداد تا اکنون مشخص نشده است. طالبان در لغمان 3 نظامی سابق را بازداشت کرده است. منابع محلی در لغمان به رسانه ها گفتند طالبان در چند روز گذشته 3 نظامی حکومت پیشین را بازداشت کرده است. محمد اقبال، ماخان و حکمت الله به اتهام داشتن ارتباط با گروه های مخالف و در اختیار داشتن اسلحه های حکومتی پیشین بازداشت شدند. به گفته این منابع، اعضای طالبان در روزهای اخیر محمد اقبال، پلیس محلی سابق در ولسوالی دولتچای این ولایت را بازداشت کردند. به گفته این منابع، محمد اقبال در نظام پیشین رهبری پلیس محلی این ولسوالی را بر عهده داشت. حکمت الله، سرباز پیشین ارتش ساکن ولسوالی علیشنگ، و ماخان، پلیس پیشین ساکن روستای شادمیر ولسوالی دولتچا است. بستگان برخی بازداشت شدگان میگویند مقامهای طالبان نه تنها با آنها حق دسترسی به وکیل مدافع نمیدهند، بلکه اطلاعات در مورد دلایل بازداشت این افراد نیز ارائه نمیکنند. سازمانهای حقوق بشری نسبت به ادامه بازداشتهای نظامیان پیشین از سوی طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. منابع بر رسانهها گفتند که در زندانهای ننگرهار 231 سرباز و کارمند اطلاعاتی نظامی پیشین زندانی هستند، اما تا اکنون به دادگاه های طالبان معرفی نشدند. هرچند ملا هیبت الله، رهبر طالبان، پس از سلطه بر افغانستان عفو عمومی اعلام کرده است، اما گزارش های مکرر از بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین منتشر می شود. امریکا، خبرنگاران در افغانستان با تهدید و خشونت در جستجوی حقیقت روبرو‌اند. سفارت امریکا برای افغانستان که از قطر فعالیت می کند، در آستانه روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم در برابر خبرنگاران گفته که خبرنگاران در افغانستان با تهدید، خشونت و اعراب در جستجوی حقیقت روبرو‌اند. این سفارت روز شنبه 12 عقرب در پیامی که به مناسبت روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم در برابر خبرنگاران منتشر کرده گفته که مطبوعات آزاد سنگ بنای یک جامعه عادلانه است. سفارت امریکا برای افغانستان تاکید کرده که باید کسانی که جانهای خود را برای افشای رویدادها به خطر می اندازند محافظت شود. این سفارت همچنان خواهان پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جنایات علیه خبرنگاران افغانستان شده است. از طرف هم، گودریش جبریکل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که در سرتاسر جهان از قتل هر ده خبرنگار 9 مورد بدون مجازات باقی می ماند. طالبان پس از سلطه بر افغانستان ده‌ها خبرنگار را بازداشت و زندانی کرده و شمار را هم به چند سال زندان محکوم کردند. این گروه همزمان محدودیت‌های شدید به کار رسانه‌ای وضع کردند و بر رسانه‌ها دستور دادند تا مطابق پالیسی طالبان فعالیت کنند. شهکاری دیگر احمد مسعود در برابر طالبان. چندمین حمله دیگر جبهه مقاومت بالای طالبان در هرات. جبهه مقاومت ادعا کرده که در حمله بر طالبان در ولایت هرات دو جنگجوی این گروه را کشته و یک تن دیگر را زخمی کرده است. جبهه مقاومت روز شنبه 12 عقرب در خبرنامه مدعی شده که این حمله را شب گذشته در ولسوالی انجیل هرات انجام داده است. در خبرنامه این جبهه آمده
که در این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده است. طالبان در این باره چیزی نگفتند. جبهه مقاومت پیش از این مسئولیت کشتن جنگجویان طالبان را در ولایت هرات بر عهده گرفته بود. حملات جبهات ضد طالبان در روزهای اخیر افزایش یافته است. وزیر داخلی ایران: انسداد مرز با افغانستان تا نیمه اول سال آینده تکمیل خواهد شد. سکندر مومنی وزیر داخلی ایران می گوید که انسداد مرز با افغانستان تا نیمه اول سال آینده تکمیل خواهد شد. رسانه های ایران روز شنبه 12 عقرب گزارش دادند که مومنی این موضوع را در جریان بازدید از طرح انسداد مرزی در منطقه میرجوا بیان کرده است. وی خاطر نشان کرده است که با تکمیل این طرح، قاچاق مواد مخدر و ورود مهاجران غیرقانونی نیز کنترل خواهد شد. وزیر داخلی ایران همچنان افزوده است که این طرح شامل سیم خاردار و دادارهای هوشمند خواهد بود. سکندر مومنی اضافه کرده است ادبای خارجی وقت از کشور خارج می شوند مجددا برمی گردند و در این راستا طرح انسداد مرز به این موضوع و امنیت منطقه کمک می کند. سکوت تلخ و نارضایتی مرگبار، تأثیر سلطه طالبان بر وضعیت فرهنگی و اجتماعی افغانستان. گزارش از خبرگزاری 8 صبح: پس از سلطه طالبان بر افغانستان در سال 1400، تغییرات عمیق در ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور به وجود آمده است. این گروه با اعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های فردی، به ویژه برای زنان و اقلیت‌های مذهبی، فضای فرهنگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. انتقام گیری از اعضای خانواده و دوستان منتقدان رژیم، تغییر ارزش‌های نوین، ایجاد فضای ترس و ترجیح دادن سکوت بر گفتگو از مهمترین تغییرات اجتماعی است که در پیش از 3 سال سلطه طالبان بر افغانستان شکل گرفته است. این تغییرات چنان عمیق بوده که صاحب نظران و کارشناسان حوزه‌های تخصصی نیز از گفتگو با رسانه‌ها خودداری می‌کنند. شهروندان عادی نیز به دلیل ترس از طالبان و باجویی در حوادث احتمالی در مورد اتفاقات ماحولشان ابراز نظر نمی کنند. تغییر شکل و روند دفترداری و برگشت تفدانی به اداره های دولتی، گذاشتن ریش و موهای دراز و عدم تفکیک چهره ظاهری مردم از طالبان از تغییرات عمده در 3 سال گذشته به شمار می رود. سلطه طالبان بر افغانستان در 3 سال گذشته تغییرات عمیق بر وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور گذاشته است. نگرش فرهنگی از مردم سالاری به فرمان برداری و بی چون و چرا از دستورات رهبر طالبان تغییر یافته است. بسیاری از شهروندان از ناملامت و وضعیت موجود به دلیل ترس از طالبان از ابزار نظر در مورد حوادث خودداری می کنند. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.